آقا سلام، حالتون خوبه؟ یه سوالی ازتون داشتم. میخواستم ازتون بپرسم اولین مدل لباس چجوری به وجود اومد؟ بیدونه بالا بعدی را از خیاطا برسید آقا. بنده میگم از پاریس اومد. من دیرم شده شد فهم کنم از پوست حیوان بود دیگه، درسته؟ اولین مدل لباس من فهم کنم اونایی که خیلی ظاهربین هستن و تابع یه سری مسائل عادی و معمولی هستن اولین مدل به وجود آوردن. فکر میکنم بیشتر خانم ها این برنامه رو به وجود آوردن، چون این خانم ها بیشتر رو برنامه چشمم چشمی و این مسائل من تا اونجا فکر میکنم. کیه؟ چطوره بسر؟ خوش اومدی، خوش اومدی، بیا تو. باز شد؟ بیا تو، بیا تو. ها؟ بابا بده، خجالت بکش مرد گنده. نه از سگ میترسی؟ نه بابا، بستیمشون با زنجیر به درخت. آره. اه؟ جون تو راست میگم، عجب آدمی ها. بیا تو، باز شد ده؟ آقا جون میگم با زنجیر سگا رو بستیم به درخت. بعد تازه از این گذشته، درسته نژاد جرمن شپرده ولی مثل موش میمونه اینا. نه نه ترس نده، بیا تو. با من میگم بیا تو دیگه. آره آره آره، با زنجیر قفلم دارم به درخت بستیمشون. بیا تو دیگه، باز شده؟ خیلی خب، بیا تو، بیا. و بدین ترتیب اولین مد لباس اختراع شد. به نام خدا، بینندگان عزیز سلام مجدد دارم خدمتون. مسابقات جهانی وزن برداری رو از هلسینکی توکیوی ژاپن براتون گزارش میکنیم. این چهره بزگار هست، پاش گیر میکنه و میخواد بخوره زمین، تعادل خودش رو حفظ میکنه. شاخ گلی در دستش هست که بله دستهاش رو گچ میزنه. توضیح دادند آقای ظریفی که بسیار با استعداد هست و حواس بزغالوف پرت هست یکم. حالا شاید بیرون از اینجا مشکلی داشته به ابراز احساسات تماشاچی ها مثبت میده، صدا راه انداخته و این هیئت داوران رو ممکنه عصبانی کنه و از دور مسابقات حذف بشه. وزنش سبکتر از گذشته هست و تخصص این وزن بردار در ریخت و پاش و خرابکاری هست. در جام‌های قبلی همین مشکل رو داشت، دو تا گلدان شکست. جورابش رو باید جمع و جور بکنه، بند کفشش باز هست، میبنده. اینا هم از امتیازش به عنوان یک وزن بردار منضبط کم خواهد کرد و شانس او رو کاهش میده. کم کم آماده میشه که بیفته ولی خودش رو نگه میداره، پشت وزنه قرار میگیره. این موقعیت خوب هست، اینجوری اگه بخواد
ادامه بده کل ورزشگاه رو من تصور میکنم به هم خواهد ریخت. پشت وزنه قرار میگیره تا شانس خودش رو امتحان بکنه. تا حالا فکر کنم از 100 امتیاز 83 امتیاز ازش کم شده. سالون رو به هم ریخته، وزنه رو بلند میکنه، یه بری میشه. بزغالوف میله حالی در دستش هست، خراب کرد این امکان بخشش. چرا تک میکنه بزغالوف؟ چرا عبرو بر میبری؟ چرا عبرو بر ساکت رزه تمرکز گرفت مثلا رفته تو حس. ولی جان یوسف خیلی قدرت داره. ببین اگر 15 ساعت اینجوری حس بگیره گوش من دیدم دیگه، حس بگیره بعدش یه ضربه بزن تو این کابینت، اگه محکم بزنن تمام دست و پنجهش خورد میشه. استادشم بکنم خیلی میگم رزا چرا میخندی؟ رزا چرا میخندی؟ زیبا کن چجوری نگاه میکنه جلو رو، نگاه کن جلو رو. رزا چرا میخندی؟ جدی حس گرفت. میگم برو اون پارچه کسته رو بیار محکم بزنی. نه نه بیا 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 حس گرفته اصلا نه نمیده حس گرفته میگم جاتون خالی چی شد؟ نیمه اولش دو تا گل زد. باری کلا خیلی خوب بوده. ولی نیمه دوم 5 تا گل خوردیم دیگه. عجب. چرا آخه؟ مگه امیر نبود باهاتون؟ نه، امیر نیمه اول خیلی خوب بازی کرد. سلام. سلام نادر، چطوری؟ خوبی؟ بد. خیلی بد. اصلا حالم خوب نیست بچه. چرا؟ خب برای چی؟ نمیدونم وقتی که آفتاب غروب میکنه چرا دلم میگیره. الان که سر زوره. میدونم، ولی الان به خاطر غروب آفتاب نیست که دلم گرفته، به خاطر تنهایی بچه ها. میدونید من خیلی تنها تو این دنیای به این بزرگی، حتی یک دوستم ندارم. این چه حرفی میزنی نادر جان؟ پس ما چی؟ ما دوستای تو هستیم. نه دیگه، ما دوستاتی. حالا به خاطر اینکه از دلتنگی در بیای یه آواز برات میخونم. یه آواز برای رفع دلتنگی. آره. برای آقا نادر. آره. شب این کالات خزنه تو، شب این دارانه از نگم دیدار، رفته بر اکنون به کجا رسیدم، نشد تو دیدار. اگر بخواه
رسیدن دوید تو کار من دلتنگ بود آخیل دلتنگ حالا کاش که تأثیر گذاشته باشه بود تأثیر داره اصلا آواز تو روی آدم تأثیر خواهم ببینم چرا گل کردید شما بازی من خوب نبود دیگه امیر ناجور بازی شما امروز کجا رفتیم ما رفتیم اصلا پارک متشکرم اسامی برندگان 19مین جشنواره سینمایی به شهر ذیل اعلام می شود. آقای کمال فرهنگ نژاد برنده بهترین کارگردانی در فیلم شاید اگر وقتی چنان یعنی شو برنده یعنی یک حلقه نوارچسب تفلون یعنی شو و تندیس طلایی یعنی شو شو غیر متبرک بود غیر متبرک بود ببخشید فیلم مردی که دوست داشت در دره پایین خانه کوچک بسازد برنده تندیس بهترین فیلم از 19مین جشنواره سینمایی به خاطر داشتن پیام اخلاقی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، روستایی، علمی، تدریسی، خانوادگی، نظامی. آقا تشکر. خب من اسامی رو به ترتیب اعلام میکنم. برنده بهترین بازیگر نقش اول کت مرد به کت آقای آستارا در فیلم چوب لباسی. اعطای تندیس طلایی به نقش دوم کفش مرد به آقای سیرجانی در فیلم خیابان. برنده بهترین بشقاب نقش دوم به بشقاب فیلم صبحانه. جایزه تندیس برنز به بهترین بندرخت نقش اول به آقای بندرخت. برنده بهترین طراحی پشت صحنه به آقای مهین فاخته به خاطر بهترین جلوه‌های ویژه. همین دیگه تموم شد. بله آقا ساکت آقا آقا نظم دادگاه را رعایت کنید. آقا مطالبی که من بنده عرض میکنم دقت بفرمایید.
قبل از هر چیز دست ها باید تمیز و وسایل ها، ابزار ها استریلیزه باشه. قبل از هر چیز تیغ را برمیداریم. خواهش میکنم تیغ را برداریم. لطفا دستکش ها هم دو دستتون بندازید. متشکرم. تیغ را بردارید. از عرض برش بدین. متشکرم. محتویات داخل آن رو خارج کنید. همینطور که در جلسات قبل بنده عرض کردم، تمام ابزارهایی که قبلا آماده کردیم به ترتیب میچینیم در داخل. خواهش میکنم یه مقدار بیشتر قرار بدهید. متشکرم. اول، دوم، خیلی مرتب، ببینید به همین صورت، به همین صورت ما اون رو به حالت اول، چون میشه از این بانتوم استفاده کرد؟ نمیتونه اون باشه، از اون استفاده کرد. کاملا که آماده شد میتوانیم روی آن را مقداری پودر رو پودر قرار بده. بفهمید؟ اینو همه تو یکی یک بار امتحان کنید. شکرم. و الان آماده آماده است. میتونیم شروع کنیم. تشکر. خیلی ممنون. خواهش. خوب شده. این پایین نوشابه هستش. چطوری؟ خوبی؟ من از یکی نفر که مال محله بپرسیم دیگه. بپرسیم آقا ببخشید بیا اومد بپرسیم. سلام آقا چطوری؟ خوبی؟ خیلی ممنون. بفرمایید امرتون. ببخشید یه آدرس ما این طرف ها رو گم کردیم، اگه بشه کمک مونید. کدار این محله؟ بله همینجا، اطراف همینجا. آدرستون؟ آدرس داری؟ نوشتید؟ بله نوشتید. آدرسی که برای ما نوشتن از صبح تا حالا داریم میگردیم که پیداش بکنیم. اینه اینه منم دارم. اینم هست. آدرس داری؟ یکی دون لطف کنید بخونید. خیلی ممنون. ببخشید تهران هست. تهران خیابان خوردادش 44 گلبهار جنب پمبزین بغل پمبزین باغ گیلاس بغل خیابون میشه دمپایی فروشی باز شده. خودشه قبول نمیکنه. یه کامیون سر چهار راه میشه پارک سمت شهر داخل کوچه نمکی رد میشه. نمکی رد که شو بعدش چند قدم پایین‌تر چند قدم بالاتر یه پله رو رد می‌کنی میری پایین سمت راست اصلا نگاه نمی‌کنی. کوچه سمت راست چهار راه افتاده که شو مستقیم اسدیه بلد نبود آدرسون. اصلا مال این محل نبود. مال کی بود؟